یک سوالی که از من زیاد میشه اینه که وقتی که داریم میایم کانادا چی با خودمون بیاریم؟ حالا فرض کنیم که داریم میایم یه مدت طولانی زندگی بکنیم دیگه. آخه بعضی ها میان اینجا، حالا مثلا استودنت میان، میدونن که حالا 1 سال 2 سال استودنت هستن، ولی معمولا این کار رو نمی کنن که برگردن. معمولا استودنت می گیرن که اینجا باشن که بتونن امتیازاشون رو افزایش بدن و بعد بتونن اقامت دائم بگیرن، یا ورک پرمیت میان. خب محدودیت زمانی دارن اون هم، ولی یه کاری میکنن که بتونن برگردن. میپرسن که خب چی با خودمون بیاریم؟ بعضی هم که اصلا اقامت دائم میان، با PR میان، من میخوام بمونم. بچه ها، یه چیزی که هست، با خودتون لباس گرم نیارین. لباس های گرمی که داخل ایران هست معمولا به درد کانادا نمیخوره. اینجا لباس هایی که خود اینجا هست رو استفاده بکنیم بهتر، چون نوشته روی لباس ها، اگه وقتی از برند های مختلف تهیه میکنین، نوشته حتی تا چه دمایی رو کاور میکنه. یعنی مثلا بعضی ها تا -10، بعضی ها تا -20، بعضی ها تا -50، مثلا بستگی داره که از چه برندی چه جنسی رو تهیه بکنید. حتی این در مورد جوراب و کلاه و همه اینها هم صدق میکنه. حالا یه دست لباس گرم که آدم میپوشه میاد اوکیه، ولی اینکه لباس گرم بیاره که اینجا استفاده بکنه چمدونشو، چون لباس گرم خیلی حجم میگیره و سنگین، خیلی وزن داره، به نظر من این کار نکنید. اینجا با قیمت خیلی مناسب، لباسایی که مناسب آب و هوای اینجا هستن رو میتونید تهیه بکنید. بنابراین نیازی نداره که بارتون رو با اینها سنگین بکنید. کسایی که از من بچه دارن میپرسن چی کار کنیم، اسباب بازی بیاریم. حالا اگر اسباب بازی رو باهاش خاطره داره، به نظرم که حتما بیارید. ولی اگر چیز خاطره انگیزی نیست و بازی دم دستیه، خب اینجا چیزی که خیلی زیاد اسباب بازیه، یعنی دیگه هر فروشگاهی میتونید اسباب بازی رو تهیه بکنید. و منم که اول اومده بودم، مثلا یکی از ناراحتیام این بود که خب اصلا هیچ وسیله بازی نداره. بعدم اینه که چقدر زود دیگه اصلا جا نداری واسه اینکه وسایل بازی بچه رو بزن. به نظر من چی باید آورد اگر قصد مدت موندن طولانی رو دارید؟ اینه که خاطرات رو با خودتون بیارید. اگه آلبوم عکسی دارید که فکر میکنید دلتون براش تنگ میشه، اگر یه کار دستی دارید، یه کندکاری چوبی دارید، یه تابلوی دارید، اگه کتابی دارید که بهتون تقدیم شده، یا حتی کتاب های شعر فارسی که اینجا پیدا نمیشه، مثلا حافظ و سعدیتون اگر دوست دارید بیارید، آلبوم های عکس بچگیتون رو اگه میتونید بیارید. یه چیزی هست، کسایی که با PR میان اینجا، فراموش نکنن موقعی که دارن خارج میشن از کشور، میتونن با خودشون هر مقداری که میخوان وسیله رو بیارن. ولی اگر هم نمیارن، میتونن یک لیست تهیه کنن که ما اینها رو میخوایم تا 1 سال آینده با خودمون بیاریم به مقصد، بیاریم به کانادا. ولی اون لیستش رو باید همون بار اولی که دارن به عنوان پرمننت رزیدنت وارد کانادا میشن تحویل بدن به در واقع نماینده که در فرودگاه هست، که بگن ما این لیست رو با خودمون میخوایم بیاریم، که خب تکس بهشون تعلق نگیره. و اینکه چه چیزایی رو با خودمون بیاریم. وسایل برقی نیارید. وسایل برق ایران با برق اینجا متفاوته. 220 ولت ایران، اینجا 110 ولت، اصلا ولتاژا به هم نمیخوره. بنابراین اگر شما نمیدونم همزم بیارید، اگر شما ساندویچ میکر بیارید، اینا اصلا اینجا به درد نمیخوره، چون برقاشون متفاوته و اینجا قابل استفاده نخواهد بود. چراغ خوابی بیارید، وسیله برقی که بیارید اینجا قابل استفاده نخواهد بود. وسایل برقی خانه رو نیارید. اما اگر وسایل خونه چیزی میخواید بیارید، مثلا اگر قاشق و چنگال نفیسی دارید،
نقره است، آب طلا، قاشق و چنگال، کلا چیزی که حالا اگر میخواید یه ذره از حالت دم دستی بهتر باشه و از قبل توی ایران داری، چیزی که میتونم بگم که خوبه که با خودتون بیارید. من اگر بودم اون مجسمه هایی رو که توی سفرها گرفته بودم با خودم می آوردم. یادگاری، خاطرات، هر اونچه که به شما حس خونه میده. اگر فرش دست بافی دارید میتونید با خودتون بیارید. قالیچه کوچیکی دارید، پادری دارید، آویز دیواری دارید، تابلوی فرشی دارید، قاب عکسی دارید که براتون مهمه. اینها چیزایی هستن که دلتون براش تنگ میشه. شاید حتی یه زیر سیگاری دل شما براش تنگ بشه. اینا چیزایی هستن که وگرنه مثلا اقلام بهداشتی، مثلا کرم، اینا همه چی هست. اینجا بهترینش هست، میتونید تهیه بکنید. مثلا کرم صورت، دست و پا، بدن، لوازم آرایش، همه اینها هست. و چیزی که من میتونم بگم آره اینه که اگر میخواید از اون حس غربتتون کاسته بشه و حس کنید که بیشتر توی خونه قرار دارید، چیزهایی رو بیارید که براتون اون حال و هوا رو زنده میکنن. اگر به فکر این هستین که چیز کاربردی چه میشه آورد که از هزینه ها کاسته بشه، خب چیز زیادی نمیشه. شما بالاخره باید اقلام بزرگ رو اینجا بخرید، میز، تلویزیون، صندلی، مبل. ولی اگر چیزهایی هستن که به شما اون احساس خونه بودن رو میدن، اونها رو میتونید با خودتون بیارید. اینها توصیه های من هست برای کسایی که میخوام بیام و میپرسن چی بیاریم چی نیاریم. اگر چیز دیگه هم به ذهنم برسه حتما بهتون میگم.